قطعه رحمانی هم برای ما اصلا فعال کارگری از لندن آقای رحمانی در باری جزیات این بیانیه شورای سازمندی اعتراضات میخوام از شما بشنوم و اینکه چه مواردی بیشتر به نظر شما برجست است بله با به شما و بینندگان عزیز من فکر کنم که خب تمام خواسته هاشون مهمه یعنی خواسته هایی که سالهای سال تکرار شده اما یکی از خواسته که حق ایجاد تشکل مستقل از دولت و برپایی تجمع و اعتراض من به نظرم این از این زاویه مهمه که در این صورت یعنی اگه تشکل مستقل داشته باشم مثل اتحادی های کارگری در اروپا اینها حداقل میدونن که اولا اعتراض اینا اعتصاب اینا تشکل اینا به رسمیت شناخته شده و نماینده اینا به رسمیت شناخته شده و برای اعتراض و اعتصاب زندانی نمیشن از کار اخراج نمیشن این از این زاویه مهمه که این اطمینان به کارگران میده که حقشونه تشکل داشته باشن حقشونه که اعتراض داشته باشن و از این منظر من به نظرم این یکی از مشکلاتی که نه تنها کارگران نفت بلکه کل طبقه کارگر در ایران باش با درگیر هست یعنی حاکمیت اینا رو به رسمیت نمیشناسه نه اعتراض نه اعتصاب نه خواستا و مطالباتشون رو و تا جایی که میتونه سرکوب میکنه اونطوری که شما گفتین مثلا در این رابطه کارگران ارکان سالس خود حجت رضایی از پارس جنوبی رو دستگیر کردن یاسر احمدی نژاد همینطور و تعدادی کارگر رو اخراج کردن تنها به دلیل اینکه اینا اعتراض کردن به شرایطشون به خاصا و مطالباتشون من به نظرم اینا مهمه بعد طبقه بندی طرح طبقه بندی این کارگران اهمیت داره که اینا بهش روش پافشاری کردن و در مجموع باید گفت که شرایط کار اینا باید به عنوان کار سخت و زیان آور شناخته بشه و همینطور امکانات رفاهی در محیط کار رو برایشون فراهم بکنن چطور میبینید شرایط رو آقای رحمانی فکر می‌کنید که حکومت توانایی پاسخگویی به مطالبات مطالبات کارگران غیر رسمی پالشگاه رو داشته باشه از این جهت میپرسم که به حال این دست اعتصاب اعتصاب کارگران می‌تونه وضعیت طولی در پالشگاه رو تحت تاثیر قرار بده بله ببینید یک اینکه آیا حکومت توانایی پاسخگویی به مطالبات کارگران رو داره یه بحث در این شکی نیست که حاکمیت از لحاظ کشوری که نفت داره کشور کارگران که نفت رو تولید میکنن در واقع ثروت رو تولید میکنن ایران کشور فقیر نیست و بودجه های دولتیه که این امکان را از کارگران میگیره که بتونن سطح رفاه بهتری داشته باشن بنابراین اگر دولت رفاه داشته باشیم دولتی که رفاه مردم اهمیت بده در اون صورت خب مسلما این خاصه خاصای ابتدایی در ابتدایی برای زندگی کردن زنده موندن بنابراین میتونه اما نمیخواد و آیا اعتصاب کارگران تاثیری در پالاشگاه تولید پالاشگاه داره مسلمه اینا پروژه که باید به موقع سر زمان بندی شده تموم بشه و عملا وقتی این پروژه تموم نمیشه سر موقع تخیر ایجاد میفته در بخشای دیگه پالایشگاه ها بنابراین جمعبندی بکنیم این قسمت را من به نظرم اون مسئله ای که کارگران مطرح میکنن مسئله ای که در سطح جهان الان حل شده است و عملا حاکمیتی ما نداریم که به این خواستا و مطالبات کارگران توجه داشته باشه اصلا دورنماش چشماندازش یه چیز دیگه، افقهاشون به قول خودشون قله هایی که میخوان برسن اون قله نه رفاه مردمه بلکه فقر در فقر نگه داشتن بیشتر مردم این بخوا... به همین خاطر میبینیم که اعتراضات کارگری و مردمی هر روز بیشتر و بیشتر میشه و این اعتراضات به سطح پایین میشت و یک زندگی معمولی و از این زاویه است که مسلما مردم سمت مبارزشون سمت سوی سیاسی هم خواهد گرفت و ساختار رژیم را زیر سوال خواهد بود بنابراین جنبندی بکنم در یک جمله هم اعتصابات هم اعتراضات تاثیر داره روی خاصا همین که حاکمیت در مقابل این به جای پاسخگویی سرکوب زندان بازداشت اخراج و غیر است و پاسخ دیگه تا کنون به صورت موثر و اه اه که بتونه تغییر بده زندگی کارگران داده نشده. فتر رحمانی فعال کارگری از لندن خیلی ممنونم از توضیحاتتون.